فارغ از تمامی دغدغه های سالی که گذشت، با شور و هیجان به امید سال دیگر و نوروزی دیگر به تجلیل از نخستین نوروز قرن به تفریگاه ها آمده اند. شهروندانی که به اینجا به منظور تفریح آمده اند، سال گذشته را که با همگیری ویروس کرونا و محدودیت ها به همراه بود، برایشان سالی دشوار گفته و میگویند به بهبود شرایط سال جاری امیدوارند. نن خو لکه څنګه د نوې کال اول ورځ دا اندارنګه قرن یا پیړۍ هم بدل اسوله چې 14مه پیړۍ په 15مه پیړۍ تبدیل اسوه او د نوروز ورځ دا ډیره ښایسته هوا ده نوې کال دا ملګری هم رخصتونه له ملګرو سره بیرون راووتلو او را روان کال چې موږ په مخ کې لرو دا به انشاءالله چې د افغانستان لپاره د صلح کال ځکه امروز روز سال 1400 هجری شمسی است. اولین روز به مناسبت نوروز ما بیرون شدیم به خاطر میله و اینجا به خاطر طور که میبینیم پارک تفریحی هست، دوستا آمدن به خاطر که یک میله داشته باشن نوروزشان را تیر کنند. زیاد امیدواریم که انشالله سال بیتر خوش بگذره برای تمام اسلام های سر تا سر جان و ما 25 سال پیش اینجا سرباز بودیم. از تمام برادرهای که ما میبینم و ما گپ زده نمیتونیم تا به کی جنگ و خونریزی. آنچه که جنگ ها و ناامنی ها نتوانسته است از این شهروندان بگیرد، امید به فردای دیگر است. آنچه که سبب شده تا امسال را سالی خالی از جنگ تصور کنند. اما این سال برای همه یکسان آغاز نشده است. اینجا در این طرف دیگر از شهر، کارگران در جستجوی کار میگویند با آنکه فقر و بیکاری سبب شده تا نتوانند نوروز را در کنار خانواده هایشان تجلیل کنند، اما باز هم به سال جاری امیدوارند. خیلی سال بیکاری بود، ما تقریبا 3-4 ماه اینجا می آمدیم هیچی، تقریبا یک روز دو روز هم کار گیر نمی آمد. خیلی سال بیکاری و سال ناامنی بود. امیدواریم که سال جدید یک سال خوب سالش از جنگ و جدل مردم محروم نباشه. ما امیدواریم که سال آینده باید که یک سال با برکت باشه، سال صلح و پیروزی باشه، همه برادرها با هم با اتفاق هم زندگی کنن، از این بیشتر جنگ و برادرکشی نباشه. سال 1399 یک سال تلخ و یک سال که تمام مردم خاطرات بد دارد تیر شد، به خاطر که از یک راست شیعی ویروس کرونا مردم بسیار متضرر ساختند و مردم همه رفتند به قرنطینه و دومی هم که پروسی صلح در حدود 4-5 ماه به درازا کشیده و مردم هم خوشبینیه و به می خاطر ما امیدوار نیم که سال 1400 یا 1400 هم یک سال خوب برای ما باشه. شماری از فعالان مدنی نیست که سال 1399 را یک سال پر از فراز و نشیب توأم با افزایش درگیری ها و ترور های هدفمند می دانند، می گویند شهروندان به امید آمدن صلحی اند که در سال 1399 از آن فقط حرف زده شد. ما با دغدغه و درد و فراق سال 1399 به پایان رساندیم. سالی که جنگ بود و جدل بود و کشتار بود و ترورای هدفمند، مخصوصا ترورای هدفمند فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها و خبرنگاران و واجه صلح در این سال بسیار زیاد شنیدیم، اما متاسفانه به چیزی که نرسیدیم صلح بود. امیدواریم 1400 سال متفاوت باشه تا که یک خط سیری رفتن به جلو برای مردم افغانستان ترسیم بشه و این امیدواری از همین اکنون به وجود آمده. حالا که شهروندان وارد قرن تازه‌ای شده اند، امیدوارند تا این ورود صلح و ختم جنگ را نیز با خود به همراه داشته باشد.